میره. خدا را شکر. با توجه به نیاز مبرم پالایشگاه پتروشیمی به محصولات کاغذهای رکوردر، ما این محصولات رو شروع به تولید کردیم. گویا تحریم برکتی هم داره. این خط تولید رو هیچ کشوری حاضر به فروشش نیست، هیچ کارخونه حاضر به فروشش نیست. ما لازم شد تا اون خط تولید رو ابتدا خودمون بسازیم. تا رسیدن به تولید تجهیزات به روز ابزار دقیق، الان کلیه تجهیزات ابزار دقیق تو به 3 تا کارخونه و 2 تا کارگاه و 2 تا آزمایشگاه در داخل و خارج از کشور تولید کردیم. مجموعی از وسایل صنعتی برای سنجش دما و فشار در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در فرایند تولید. تنوع محصولات بالای 20 نوع هست، از 0 تا 100 ساخته میشن با آخرین مدل های برش و جوش. به خاطر حساسیت بیش از حد این قطعات و اون شرایطی که توی پروسس باید داشته باشن و عدم نشتی که ما ازشون انتظار داریم، با جوش میکروپلاسما این کار انجام میشه. کشور به خودکفایی رسیده. ما به خاطر همین جوش امسال تونستیم یکی از شرکت های دانش بنیان بشیم. اگه قرار باشه یکی از این قطعات بخواد از خارج وارد بشه، چقدر ارز از کشور میره؟ حدودا 8 تا 10 هزار دلار برای هر تجهیز هزینه میشه. مطابق با استانداردهای جهانی تولید شده، تا به حال وارد می‌شده، ولی برای اولین بار پروژه‌های خارج از کشور هم در واقع همکاری داشتیم، نظیر اکزوموبیل، پتروناس و شل. تولیدات تا حالا اشتغال 150 نفر رو فراهم کرده و امیدوارن تا پایان سال بیش از 5 تا 6 هزار تجهیز رو تولید و تحویل، یعنی پاسخ به 40% نیاز کشور و صادرات. واحدی که پس از 2 دهه تلاش به صرفه‌جویی اقتصادی 6.5 میلیون یورویی رسیده و کم نیستند از این واحدها که میتونن با تأکید بر تحقیق و توسعه و البته مورد حمایت قرار گرفتن به قله‌های رفیع خودکفایی